ایشون 11 اکتبر از پاریس عازم بغداد شدن، ولی بلیط رو طوری تهیه کردن که ترانزیت داشت از پاریس به عمان، از عمان به بغداد. جزئیات معمای دستگیری مدیر آمد نیوز. همسرش میگوید روح الله زم در بغداد ربوده شده. از یک خبرنگار فیگارو میپرسیم آیا دولت فرانسه برای دستگیری زم با دستگاه اطلاعاتی ایران همکاری کرد؟ در ادامه این برنامه. ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از خطر یک فاجعه انسانی در شمال سوریه. اردوغان میگوید عملیات ترکیه علیه کردها ادامه می‌یابد. خیلی دور، خیلی نزدیک، راه توافق برگزیت چقدر است؟ و آثار سینمایی ایران چطور از اینترنت و بازار سیاه سر در می‌آورند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام بر شما. ظرف 24 ساعت گذشته جزئیات بیشتری از چگونگی بازداشت و انتقال روح الله زم، مدیر و مؤسس کانال آمد نیوز روشن شده. همسر او درباره ناپدید شدن او صحبت کرده، همینطور وزارت خارجه فرانسه. پیشتر بیانیه سپاه پاسداران در ایران درباره شیوه بازداشت او گفته بود او به داخل کشور هدایت و بازداشت شده و به نوعی از همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی صحبت به میان آورده. محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه، درباره بازداشت او گفته سرویس‌های اطلاعاتی به محض اینکه فشاری به آنها بیاید یا تهدیدی علیه آنها ایجاد شود، همه داده‌هایشان را فدا می‌کنند، که به نوعی شاید القا کند سرویس اطلاعاتی فرانسه آقای زم را لو داده. اما همزمان بسیاری احتمال همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی منطقه را منتفی نمی‌دانند. امشب واکنش دولت فرانسه را می‌شنویم. در گفتگوی با همسر روح الله زم از تازه‌ترین خبرها درباره اقدامات خانواده‌اش مطلع می‌شویم و خواهیم دید همکاری سرویس‌های اطلاعاتی در چه سطح و چگونه است. ماهیت این پرونده به گونه است که دانسته‌های ما درباره‌اش بسیار بیشتر از دانسته‌های ماست، اما همکاران من امروز و امشب تلاش کردند که جزئیات بیشتری از معما را روشن کنند. اول گزارش مریم افشنگ. چند تا بازداشتگاه داریم که اینا بازداشتگاه‌های نشاندار هستن، یعنی تند بود و مخاطبانش را علیه جمهوری اسلامی تهییج می‌کرد تا روز جمعه 19 مهر ماه. جمعه از فرودگاه پاریس با هواپیمایی به عمان رفت و ساعتی بعد با همان خط هوایی به بغداد سفر کرد. مهسا رازانی، همسر روح الله زم، در گفتگو با وبسایت ایران وایر سفر همسرش به عراق را تایید کرده و گفته که حکومت ایران آقای زم را از بغداد رو بوده. دوشنبه 22 مهر ماه خبر دستگیریش منتشر شد و ساعتی بعد هم اعتراف کرد که پشیمان است. روزنامه فیگارو چاپ فرانسه در گزارشی نوشت نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران زن جوانی را به پاریس فرستادند. این زن جوان به نوشته روزنامه فیگارو روح الله زم را قانع کرد که برای دیدار با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان به عراق سفر کند. اما یک مقام مسئول در دفتر آقای سیستانی به نقل از خبرگزاری‌های ایران این خبر را دروغ و بی اساس خوانده و گفته نام برده هیچگاه ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با این دفتر نداشته و کسی درخواست ملاقات برای او نکرده و از آمدن یا نیامدن او به عراق هیچ اطلاعی نداریم. وزیر اطلاعات ایران هم امروز در پیامی دستگیری روح الله زم را به فرمانده کل سپاه تبریک گفت. درست برای فروپاشی ذهنی جامعه فعالیت میکرد. اگر بگیریم مسئله عملیات روانی روی جامعه رو، بخشی از عملیات روانی منهای عملیات فیزیکی فروپاشی ذهنی جامعه است. تو این فعالیت میکرد. من به نظرم از این جهت قطعا همه اونهایی که معتقد به آزادی قلم هستن خوشحالن، همه اونهایی که معتقد هستن شرافت قلم هست، همه اونها خوشحال هستن در این زمینه بدون تردید. از اتهام زنی، گمان زنی و باز هم خود اینم یک نوعی امتداد آمد نیوزی را نندازیم، آبرویونه ببریم، باید قطعا
خودداری بکنیم. پیشتر هم بعضی از نمایندگان مجلس هم از نحوه اعتراف گیری از آقای زم ابراز نگرانی کردند و هم تاکید کردند که باید مشخص شود چه منابعی در درون نهادهای حکومت با آمد نیوز همکاری می کردند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به مکاتبات بی بی سی پاسخ سخنگوی این وزارتخانه را برای ما فرستاد. در بخشی از این سخنان آمده روح الله زم در فرانسه پناهنده بوده و در تاریخ 11 اکتبر فرانسه را ترک کرده. ما به دقت این پرونده را دنبال می‌کنیم و به شدت دستگیری آقای زم را محکوم می‌کنیم. بازار گمانه‌زنی‌ها درباره بازداشت آقای زم هنوز داغ است. مردی که قاطعانه علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، در فاصله زمانی 2 روز حاضر به اعتراف و ابراز پشیمانی شده و بازداشت او حالا پای فرانسه را هم وسط کشیده که آن را محکوم کرده. مریم افشنگ، بی بی سی. پیشتر گفتگویی داشتم با مهسا رازانی، همسر روح الله زم. او دقایق قبل از مصاحبه با ما از اداره پلیس فرانسه برگشته بود. از او پرسیدم واکنش پلیس فرانسه به بازداشت همسرش چه بوده. پلیس فرانسه در حال حاضر چیز خاصی رو به من ابلاغ نکردم، ولی من مطمئنم که پیگیری خواهن کرد. اینو به من قول دادن که پیگیری میکنن و امیدوارم که از این وضعیت نابسامانی بیرون بیاد. ممکنه بفرمایید که در واقع انتظارتون چی هست از پلیس فرانسه؟ همسر شما یا شهروندی فرانسه داشته؟ موقعیت اقامتشون در فرانسه به چه شکل بوده؟ عرضم به حضورتون که اجازه بدید من اولین مسئله رو براتون بگم که من واقعا یه آدم سیاسی نیستم. تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نداشتم، ولی الان در حال حاضر برای پیدا کردن همسرم از تمام فعالان سیاسی خواهش میکنم از همسرم حمایت بکنن. الان زمانیه که همه ما باید از دولت فرانسه بخوایم از روح‌الله زم مانند یک شهروند فرانسوی حمایت بشه. هر کسی که از همسر من حمایت بکنه مطمئن باشه نسل آینده به نیکی از اون یاد میکنه. نفهمیدید همسر شما یا شهروند فرانسه است؟ آیا پناهندگی به فرانسه داره؟ موقعیت اقامت ایشون در فرانسه به چه شکل بوده؟ موقعیت اقامت ایشون خیر، در حال حاضر شهروند فرانسه نیستم ولی اقامت فرانسه رو دارم. ممکنه درباره آخرین دیدارتون به ما بگید؟ شما آخرین بار همسرتون رو کی دیدید؟ من آخرین بار همسرم رو روز پنجشنبه 10 اکتبر پاریس دیدم. 18 مهر. بله. ایشون 11 اکتبر از پاریس عازم بغداد شدن. ولی بلیط رو طوری تهیه کردن که ترانزیت داشت از پاریس به عمان، از عمان به بغداد. توی فاصله ترانزیتیشون برای من عکس فرستاد، چون من قبل از اینکه به خاطر خیلی نگران بودم، گفتم هر لحظه باید به من گزارش بدی که من ببینم که تو حالت خوبه. بعد از اونجا که رسید به بغداد هیچ خبری ازش نداشتم تا 24 ساعت آینده که هر چقدر من پیام میدادم پیگیری میکردم پاسخی دریافت نمیکردم. 24 ساعت بعد با من تماس گرفت، با لحن غیر عادی مثل همیشه صحبت نمی کرد و فکر می کنم یک جوری صحبت می کرد که زود باید تلفن رو قطع می کرد. یعنی من اینجوری برداشت کردم. اون موقع به خاطر اینکه بعد از 24 ساعت بود داشتم ازش خبر می گرفتم به هیچ چی فکر نمی کردم، فقط فکر کردم که صداشو بشنوم. بعد از مرور زمان که فکر کردم گفتم این لحن عادی نبود، چرا این باید تلفن رو انقدر زود قطع می کرد؟ و بعدش که خبر بازداشت شدنش رو از تلویزیون دیدم و شوهر منو رو بودن اینجا یه آدم رو بایی صورت گرفت. مقصد نهایی ایشون کجا بود؟ آیا اصلا برای چی به بغداد رفته بودن؟ ایشون کارهای خصوصیشون اصلا به من توضیح نمیدادن، یعنی منم که پیگیری این کار رو کردم برای چی عازم این سفر هستی؟ گفت کاریه، من برای کار میرم، هماهنگ شده است، نگران چیزی نباش و نگران نباش و این اتفاق افتاد. آیا این دفعه اولی بود که به عراق میرفتن یا پیش از این هم به عراق سفر داشتند؟ هرگز، بار اول بود. تنها این سفر رو انجام دادن؟ چون صحبت هایی هست مبنی بر این که فردی همراه ایشون بوده، نفر دیگری که در آمد نیوز همکار ایشون بوده.
بله صحت داره، همکارشون هم در عراق بودن. ممکنه در مورد این همکار بیشتر به ما بگید کی بودند و آیا ایشون هم بازداشت شدن یا نه؟ خیلی ایشون بازداشت نشدن، خیلی سخنان و حرفا پیش اومده بود که مقصر اصلا ایشون بودن. من اینجا هم دارم اعلام میکنم، من به این شخص اعتماد کامل دارم، آقای زن به این شخص اعتماد کامل داشت. به هیچ عنوان ما زیر بار این موضوع نمیریم که آدم فروشی از طریق ایشون بوده باشه. من میخوام اینجا اسم ایشون رو اونجور که ما شنیدیم عنوان بکنم. آیا ایشون شیرین نجفی هستن؟ بله. و شما میگید بازداشت نشدن و شما به ایشون اعتماد کامل دارید؟ بله. من با ایشون الان در تماس هستم، از حالشون با خبر هستم و اعتماد کامل به ایشون دارم. اصلا این موضوع به خانم نجفی ربطی نداره. صحیح. آیا از همسرتون خبری دارید؟ آیا تونستید بعد از اون تماس کوتاه یک دقیقه‌ای با ایشون صحبتی داشته باشید یا نه؟ به هیچ عنوان. آخرین تلفن من روز شنبه بود که یک دقیقه با من صحبت کردن و دیگه از اون به بعد من اصلا از ایشون هیچ خبری ندارم. آیا خانواده آقای زم در ایران پیگیر او هستند؟ آیا از پدر همسرتون که آدم شناخته شده ای هستن کمکی تونستید بگیرید در مورد او؟ خیر، من با خانواده ایشون در تماس نیستم و تا به حال هیچ کمکی ازشون نخواستم و اطلاعی دارم. فرمودید که از پلیس فرانسه تقاضای کمک کردید، نهادهای دیگر در فرانسه چه میگن؟ شما گفتید که ابراز امیدواری کردید که پلیس فرانسه کمک بکنه. چه کمکی فکر میکنید که اونها میتونن بکنن؟ ولی من نمیدونم که چه کمکی میتونم بکنم، ولی مطمئنم که چون ما اینجا هستیم زندگی میکنیم، تا حالا پیش نیومده که دولت فرانسه بخواد از شهروندش، از کسی که اینجا زندگی میکنه بخواد حمایت نکنه. من تا حالا همچین چیزی رو نشنیدم ندیدم. در مورد دقیقا نمیدونم. در مورد ایشون صحبت این بود که پیش از این که این سفر انجام بشه ایشون در واقع مراقبت می شدن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در فرانسه. شما این رو تایید می کنید؟ بله. و این مراقبت از کی برداشته شد؟ مراقبت برداشته نشد، مراقبت کماکان ادامه داشت تا زمانی که ایشون از پاریس وارد عراق شدن. و ایشون با نیروهایی که مراقبت میکردن از ایشون چک کردند که میخوان از کشور خارج بشن یا نه؟ ایشون اطلاع دادن به دولت فرانسه که دارن خارج میشن، ولی من دیگه اطلاع ندارم که آیا اونا چک کردن این کار رو انجام دادن یا ندادن، ولی اطلاع داشتن که آقای زم داره خارج میشه. من میخوام فقط سوال آخر از شما پرسم که چطور متوجه شدید که ایشون بازداشت شدن؟ من از زیرنویس اخبار ایران اینو متوجه شدم. راستشو بخواین اصلا نمیتونستم باور بکنم تا زمانی که تصویر ویدئویی ایشون روی شبکه 2 بود اگر اشتباه نکنم که دیدم، و اون موقع بود که فهمیدم که روبوده شده. و پیش از این که این خبر رو ببینید چه مدت بود که از او بی خبر بودید؟ شنبه شب من آخرین بار با ایشون صحبت کردم، تا دوشنبه ظهر دیگه نمیدونم میشه چقدر، یک روز و نیم. خیلی متشکرم خانم رازانی، مهسا رازانی همسر روح الله زم، متشکرم که با ما صحبت کردید. وفا نیکفر از نزدیکان روح الله زم از ملبورن استرالیا با ماست. آقای نیکفر میگوید که از حامیان مالی یا حامی مالی آمد نیوز هم هستند. آقای نیکفر خوش آمدید به این برنامه. ممکنه اول به ما بگید که آیا شما مطلع بودید آقای زم قرار هست به عراق برن؟ این سفر به اطلاع شما رسیده بود؟ درود بر شما و تمام بینندگان خوب بی بی سی. من با روح الله زم هم دوست صمیمی بودم در یک سال گذشته و هم اسپانسر آمد نیوز بودم. ایشون زمانی که رفته بودن پاریس به این ملاقات رفته بودن که برن در سفارت استرالیا که ویزای استرالیا رو بگیرن. به اتفاق خانوادشون تحت هیچ
صحبتی به من نگفتن که تصمیم دارن برن به عراق سفر کنن و مطمئنن من در این جریان اگر اطلاع داشتم مطمئنن مثل دفعات پیش این روشی رو حتما از این کار جلوگیری میکردم. میفرمایید که پیش از این هم قصدی داشتن برای سفر به عراق، روشن بود برای شما که اگه بخوان برن به عراق برای چه ممکن است که این سفر رو میخواستن انجام بدن؟ چند دفعه جناب زن با من صحبت کرده بود در این خصوص، میگفت که از طرف دفتر آیت الله سیستانی با اون شروع کردن به تماس گرفتن، ولی هیچ وقت دقیق برا من توضیح نمیداد که ایشون به چه طریقی با ایشون شروع کردن به گفتگو کردن. میگفت که آقای سیستانی ظاهر تمایل کرده که با روح لازمی ملاقاتی داشته باشه، دوست داره که روح لازم تو مسائل دینی زیاد شرکت نکنه و برای خود آقای زمان با توجه که پیشینه ایشون روحانی بود پدرش، خیلی تمایل داشت که یه ملاقاتی با آیت الله سیستانی که یه وجهه خاصی توی شیعه های جهان داره داشته باشه. آقای نیکفر چقدر مطمئن بودید؟ یعنی مطمئن بود آقای زم که این تماس از طرف آقای سیستانی است؟ دفتر آقای سیستانی الان هر نوع ارتباط با آقای زم رو تکذیب کرده. آمد نیوز اونقدر بزرگ نبود که مردم الان تصور میکنن. آمد نیوز خود روح الله زم در مجموع رئیس کار بود و خانم شیرین نجفی که واقعا به زیبایی خانم مهسا توضیح دادن مورد امین روح الله زم بود و معمولا روح الله زم اخباری رو که میخواست منتشر بکنه با ماها که نزدیک های او بودیم در میون میگذاشت و آقای زم وحشت داشت خودش از عراق، مخصوصا که در این مدتی که من مطمئنم میدونست اربعین الان تمام نیروی سپاه اونجا هستن، من مطمئنم اگر مطمئن نمیشد که از دفتر آیت الله سیستانی با اون خبر داده شده بود که بیا ملاقات بکنه، غیر ممکن بود که روح لازم بپذیره به عراق سفر کنه. و میخواست، چرا اصلا فکر میکنید براش جالب بود که این کار رو بکنه؟ چرا فکر میکنید که باید میرفت به، میخواست از آقای سیستانی چه تقاضایی بکنه فکر میکنید؟ آقای زم اعتقاد داشت که باید یه نفوذ خاصی در بین شیعه ها بکنه و به آیت الله سیستانی هم یه ارادت خاصی داشت. ایشون میگفت که آیت الله سیستانی با هر کسی ملاقات نمی کنه، برام خیلی مهمه که آیت الله سیستانی نظرش رو جلب کنم که بتونم یه نفوذی در قم پیدا بکنم، بتونم یه آزادی رو به مردم ایران بدم. آقای نیکفر، بار پیش در اسفند ماه بود که به نوعی دستگاه اطلاعاتی در ایران فیلمی مستندی پخش کردن، گفتند که در واقع او رو گول زدند، آقای زم رو، تصاویری پخش کردن از او و روشن بود که کسی او رو به نوعی از دستگاه اطلاعاتی سر کار گذاشته به قول معروف. آیا چنین ترسی نداشت این که ممکن هست کسی او رو در واقع بکشونه به عراق به همین بهانه؟ خانم قاضی زاده، شما به درستی گفتین. اولش روح الله زم فریب دستگاه اطلاعاتی رو خورده بود و زمانی که اون مستند پایان دروغ به نمایش گذاشته شد، من با روح الله داشتیم با هم صحبت میکردیم. من روح الله رو متقاعد کردم که بریم در یک برنامه بریم به صادقانه به مردم بگیم که ما فریب خوردیم، ولی صادقانه ترین این حرف بود که روح الله زم اون چیزی که در تلویزیون اومد عنوان کرد، روح الله وسط کار متوجه شده بود که اون شخص علیرضا نیروی سپاه یا نیروی هست که داره روح الله زم رو هدایت میکنه. روح الله زم دیگه یه اواخر خیلی وحشت داشت که با یه نفر جدید صحبت بکنه، یا معمولا خانم شیرین نجفی که مورد امین ماها بود صحبت میکرد، یا به هر طریقی بود روح الله زم فراری بود از صحبتهای تصویری و خیلی کم اواخر شما میدیدین که روح الله زم میرفت مصاحبه میکرد یا جاهایی که شلوغ بود مثلا روح الله بتونست با هر کسی در مجموع نمیتونست ایشون اعتماد بکنه. برای این مسئله
بعد از پایان دروغ، مستقل پایان دروغ، یک فصل تازه‌ای در زندگی روح لازم و تیم آمد نیوز به وجود اومده بود. آقای نیکفر، اطلاعیه سپاه به نوعی داره میگه که با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه آقای زم رو گیر انداختند. آقای زم ارتباطی با سیستم‌های اطلاعاتی مثلا فرانسه یا دیگر سیستم‌های اطلاعاتی داشت؟ اگر شما اطلاعی دارید در این زمینه. خانم قاضی‌زاده، من هر روز با جناب زم صحبت می‌کردم. یه طوری بود که روزی شاید 2 ساعت یا 3 ساعت با هم گفتگو دوستانه داشتیم. من مطمئنم که آقای زم محافظت خیلی شدیدی در پاریس ازش می‌شد و حتی بعضی موقع که روالا مثلا میخواست بره باشگاه ورزشی اواخر به خاطر که مقدار رویش اذیت شده بود، تقاضا کرده بود میخواست بره باشگاه ورزشی، باش باز محافظ میرفت. گهگاهی که با من صحبت میکرد، محافظا درخواست میکردن که تصویر منو ببینن، روالا با خنده میگفت که این دوست منه، این برادر منه. یه مقدار خیلی کمی هم فرانسه تازه یاد گرفته بود. روالا زم تحت حمایت شدید دولت فرانسه بود، یعنی غیر ممکن بود دولت فرانسه اجازه بده، چون که روح لازم پناهنده اون کشور بود. روح لازم 7 سال در فرانسه زندگی میکرد. دلیلی که روح لازم نتونست تا اکنون شهروندیشو بگیره، چون که روح لازم فرانسه رو نمیتونست به راحتی صحبت کنه. همیشه تو درد دلاش میگفت من باید چه کار کنم که پاسپورت اینجا رو بگیرم بتونم به راحتی سفر بکنم. بله. من به روح لازم اواخر گفته بودم از نظر پزشکی میتونیم بریم جلو. پس روح لازم، ما مطمئنیم که دولت فرانسه میدونست که چه اتفاقی قراره براش بیفته و ما واقعا به عنوان دوست روح لازم از مردم، از تمام فعالان سیاسی خواهش میکنم که روی دولت فرانسه یک فشاری بیارن. معذرت میخوام نیکفر، شما به دولت فرانسه اشاره میکنید. سوال من مشخصا این بود که آیا شما هرگز چنین برداشتی کردید که روح لازم با سرویس های اطلاعاتی فرانسه همکاری داره؟ هیچ موقع در این خصوص با من صحبت نکردن ایشون. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. وفا نیکفر از نزدیکان روح الله زم و همینطور میگن که حامی مالی آمد نیوز هم بودن. ممنونم از شما. سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ماست. آیه آگنجی، اون چه که ظرف 1-2 روز گذشته در مورد این اتفاق شنیدیم ما رو با یک پازلی روبرو میکنه که خیلی اسمها درش میاد، خیلی افراد درش مطرح میشن و خیلی از سرویس های اطلاعاتی. برداشت شما از اتفاقی که افتاده چی هست؟ به نظر شما چه سناریویی اتفاق افتاده؟ ضمن عرض سلام خدمت بینندگان، اول اینکه ما باید در نظر بگیریم سایت های داخلی ایران در ابتدای بازداشت روح الله زم خبری رو منتشر کردن مبنی بر بازداشت خانم شیرین نجفی ادمین دوم توسط سپاه و بلافاصله در ظرف چند دقیقه این خبر از تلکس های خبری و سایت ها و کانال های خبری حذف شد و هیچ اشاره به این نشد تا امروز که حالا خانواده ایشون تایید میکنن که خانومی که مد نظر بوده که حالا فیگارو هم اشاره کرده توی مطلبش که همراه خانومی از فرانسه به بغداد سفر داشته، این خانم شیرین نجفی بوده. اما این که احتمالاتی که داده میشه که ایشون هم طبق بیانیه که سپاه داده بود و اخباری که منتشر شده که افراد دیگری هم همراه خانم شیرین، همراه آقای زن بازداشت شدن و از همراهان ایشون بودن، خب این زن رو میبره که خانم شیرین نجفی هم همین فردی باشه که بازداشت شده یا در اختیار سپاه قرار گرفته. و تا زمانی که خودش شخص ایشون حالا از جایی نتونه تماسی رو با رسانه‌ای برقرار کنه یا تایید کنه یا صحت و سقم این که حضور داره همچنان در خارج کشور و بازداشت نشده، به نظر من میشه این احتمال رو داد و این تصور رو کرد که ایشون هم
در دست اطلاعات سپاه بوده و همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه مانند آقای زم. پیشتر گفتگوی پخش شده در گفتگو با همسر آقای زم، ایشون میگه که با خانم نجفی صحبت کرده و ایشون اصلا اون اتهاماتی که علیهش بعضی ها مطرح میکنن نادرست هست و خانم رازانی همسر آقای زم میگه که او کاملا مبرا هست از این حرفا. این رو لازم هست که بگم. علاوه بر این ما شماره‌ای که از خانم نجفی داشتیم در بی بی سی سعی کردیم، بارها تماس گرفتیم، تلفن او جواب نمیداد. و سوال ما الان این هستش که شما فکر میکنید که اصلا آقای زم برای چی باید میرفته به کشوری که احتمال میداده؟ الان صحبت میکنیم آقای نیکفر، خود آقای زم میترسیده از عراق، چرا باید پاشو میگذاشته در عراق؟ چرا باید به اونجا میرفته؟ حتی اگر که بحث گفتگو با آقای سیستانی مطرح بوده. ببینید آقای زم به عنوان یکی از مؤسسان و راه اندازان کانال آمد نیوز، به هر حال از نظر من، حالا نظر شخصی رو دارم میگم، به هر حال به دلیل اون شایعات، بخشی از شایعاتی که در کانال پخش میکرد، بخشی از بزرگ نمایی هایی که انجام میداد، بخشی از این که علاقمند بود که نشون بده که شخصی است که دارای محوریت و تأثیرگذاری و اون بزرگ نمایی هاست، قطعا برای این دیدار هم بسیار ترغیب شده بوده. حالا این دیدار، حالا چه واقعا از طرف دفتر آقای سیستانی، که البته دفتر آقای سیستانی این موضوع رو تکذیب کردن و ما باید بر اساس گفته های دفتر ایشون این تاییدیه رو داشته باشیم که تکذیب شده، یا اینکه واقعا کسی فریبشون داده و بر اساس این تمایل پیدا کردن بابت حالا اینکه نشون بدن که ارتباطات گسترده‌ای دارن و تاثیرگذاری بزرگی دارن و اینکه استفاده‌ای به هر حال از این کارت بکنن در کانال خبریشون یا بحث‌های دیگه، ترغیب به این سفر شدن. هرچند که به هر حال هر کسی، یعنی حتی یک فعال سیاسی که آنچنان شناخته شده هم نباشه یا مثلا در خطر بازداشت بوده باشه یا حتی این محتمل رو بده، میدونه که عراق یکی از حیات خلوت‌های جمهوری اسلامی است. دقیقا میخوام راجع به همین ازتون بپرسم، چون در اطلاعیه سپاه به نوعی القا میشه که با سرویس اطلاعاتی فرانسه همکاری شده در بازداشت آقای زم، ولی بسیاری دیگه معتقدند که احتمالاً اون سرویس اطلاعاتی که همکاری کرده باید سرویس اطلاعاتی عراق باشه، چون به هر حال عراق هست که به قول شما حیات خلوت ایران هست در این سالها. چقدر واقعاً همکاری سرویس های اطلاعاتی ایران، اون هم اطلاعات سپاه، با سرویس اطلاعاتی فرانسه محتمل هست؟ چقدر با سایر کشورها در منطقه از جمله مثلا ترکیه؟ ببینید این که بخوایم بگیم اطلاعات سپاه به عنوان یک ارگان موازی با وزارت اطلاعات، چه حالا به هر حال این قدرت رو داره که رایزنی و ارتباط کنه با دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی یا هر چیز دیگه، به هر حال در معادلات امنیتی این ممکن است، چیز ناممکنی نیست و چیزی نیست که بخوایم این موضوع رو رد بکنیم. اما دو تا بحثی هست که باید این رو در نظر بگیریم. اینکه دستگاه اطلاعاتی فرانسه در صورتی که بخواد چنین معامله‌ای رو انجام بده یا چنین حتی چنین گفتگو و دیالوگی داشته باشه، به نظر من وارد دیالوگ با وزارت اطلاعات میشه تا اطلاعات سپاه. اما اینکه بخوایم در مورد عراق این رو در نظر بگیریم، به نظر من محتمل‌تر هست و اینکه این نفوذ اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی رو با کشوری، اگر اینکه من اینو تاکید می‌کنم که اگر که در بغداد یعنی در عراق بازداشت شده باشه و حالا به ایران انتقال داده شده باشه، این رو میشه خیلی محتمل تر دونست که اطلاعات سپاه به هر حال با نفوذهایی که داره سپاه پاسداران در عراق، گروه‌های وابسته به عراق یا نهادهای امنیتی دولتی عراق این نفوذها رو داره، به هر حال این همکاری صورت گرفته باشه و آقای زم رو بازداشت کرده باشن و به ایران انتقال داده شده. من یک نکته دیگه رو تاکید کنم، یک خبری هست که در مورد بازداشت دو فرانسوی در حالا ایران یا عراق هست که در دست نیروهای وابسته به ایران هستن یا داخل ایران توسط سپاه بازداشت شدن، که میشه این رو هم محتمل دونست که یک نوع مبادله‌ای بین این افراد انجام شده و بین نهادهای امنیتی انجام شده که این دو فرد فرانسوی رو که حالا به اصطلاح ایران جاسوسی میکردن یا حالا کارهای دیگه میکردن، با آقای زم معاوضه کرده باشن یا هر چیز دیگه. اما میگم
تئوری هایی رو که مثلا چیده میشه، بحث هایی که چیده میشه در مورد بازداشت های زن، یکی از محتمل ترینش که حالا شما هم اشاره کردین در مورد حالا اتهامات میشه گفت که حالا به خانم شیرین نجفی بابت همکاری یا کشوندن آقای زن به ایران زده میشه، هم مطرح میشه از سوی خیلی از فعالین، از سوی خیلی از در فضای مجازی به خصوص از توی دو روز گذشته هم مطرح شده بوده. متشکرم آقای آگنجی. سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند. من یادآوری بکنم که بسیاری از این حرف‌ها که زده شد و آقای آگنجی هم فرمودن، در همونطور که خودشون هم گفتند، در حد حدس و گمان هست و خیلی واقعا نمیشه در موردش، چون اسم افراد اومد و بسیاری از افراد اسمشون در این صحبت بود، باید بگیم که ما هیچ چی رو دقیق نمیدونیم و نمیدونیم که واقعا چه اتفاقی افتاده. اما جورج ملبورن، خبرنگار فیگاروس، که درباره بازداشت روح الله زم برای این روزنامه تحقیقات کرده، از آقای ملبورنو پرسیدم که چقدر احتمال همکاری سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و سرویس‌های اطلاعاتی محتمله به نظر او. احتمال همکاری سرویس اطلاعاتی فرانسه و ایران غیر ممکن نیست. این گزینه‌ای که میشه در نظر گرفت. اما به این شکل که روح الله زم یک پناهنده سیاسی بوده و به عنوان یک پناهجو تحت حفاظت و حمایت پلیس فرانسه بوده. من دیروز با وزیر کشور فرانسه در این رابطه صحبت کردم. وزیر کشور هم این رو تایید کرد که آقای زم توسط پلیس فرانسه حفاظت می‌شده و پلیس‌هایی که از او حفاظت می‌کردند در جریان سفر او به عراق بودند. بر این اساس با توجه به اینکه او تحت حفاظت پلیس بوده، اونا میتونستن مانع این سفر بشن. Conséquent, compte tenu du fait qu'il bénéficiait d'une protection, ils auraient pu tout à fait s'opposer à son déplacement en Irak. با توجه به اینکه میدونیم ایران در عراق نقش و نفوذ مهمی داره و با توجه به حضور نیروهای وابسته به ایران در اون کشور، این سفر میتونسته بسیار پر ریسک باشه. Pour la sécurité de Roi Lazam. Donc c'est برای این اساس که میتونیم این نکته رو در نظر بگیریم که نوعی همکاری میان سرویس‌های اطلاعاتی ایران و فرانسه در این رابطه وجود داشته. نباید فراموش کنیم که رابطه ایران و فرانسه رابطه پیچیده‌ای هست. و در حال حاضر فریبا عادل‌خواه، محقق ایرانی فرانسوی، همراه با یک فرانسوی به نام رولان مارشال در تهران زندانی هستند و ایران از آزادی اونا ممانعت کرده و این خود میتونه بخشی از یک مبادله میان دو کشور باشه که در ازای این اقدام دو فرانسوی زندانی در ایران آزاد بشن. pour les libérer et que bon ça peut faire partie de d'un échange hein dans le cadre de ces négociations en vue de la libération des deux ressortissants français à Téhéran. سپاه پاسداران که اطلاعیه بازداشت او رو داده، به نوعی در اطلاعیه‌اش داره القا میکنه و میگه که او آدم سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه بوده و پشت او رو خالی کردند و او رو به نوعی تحویل دادند. چقدر این رو محتمل میدونید؟ Je pense que monsieur Zam a été به نظر من آقای زم توسط نیروهای وابسته به سپاه ایران رو بوده شده. او کسی بوده که برای حکومت ایران تهدید محسوب می‌شده و در فرانسه زندگی می‌کرده. حتی اما اخباری هست که یک زن اون رو به عراق کشونده. با توجه به مذاکرات پیچیده‌ای که میان ایران و فرانسه برای آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران در جریان هست، همینطور جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که در فرانسه زندانیه و بر اساس حکم دادگاه احتمال استردادش به آمریکا وجود داره. پیشتر هم چنین مسائلی بین دو کشور وجود داشته که عموماً به مبادله این زندانی‌ها منجر شده. بر این اساس میتونیم این رو تصور کنیم که بازداشت روح الله زم توسط نیروهای سپاه ایران هم بخشی از یک مبادله جدید هست. خبرنگار ارشد فیگارو بود در گفتگویی که پیشتر با او داشتم. اما خبرهای دیگر در این 60 دقیقه، در حالی که روسیه و آمریکا در تلاشند راه حلی برای بحران در شمال سوریه پیدا کنند، امروز نیروهای کرد با نیروهای ترک در شهر رأس العین درگیر شدند. همزمان رئیس جمهوری ترکیه درخواست برای آتش بس در شمال سوریه را رد کرده. رجب طیب اردوغان میگوید حمله نظامی به نیروهای کرد به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه ادامه خواهد یافت. آقای اردوغان گفته هیچگاه با کردها مذاکره نخواهد کرد. دونالد ترامپ هم گفته حمله ترکیه به نیروهای کرد سوری مشکل آمریکا نیست و آمریکا پول زیادی به کردها پرداخت کرده تا با داعش بجنگند و به گفته او کردها فرشته نیستند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان. گفته های او درباره ادامه داشتن حملات به کردهای سوریه با تشویق نمایندگان روبرو شد. برای اینکه سریعتر به راه حل برسیم پیشنهاد میدم همه تروریست ها سلاحاشون رو زمین بذارن و همین امشب منطقه امن رو ترک کنن. آقای اردوغان درخواست کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده برای آتش بس را بار دیگر رد کرد و گفت هیچ وقت در تاریخ ترکیه مقام های این کشور با سازمانی به گفته او تروریستی سر یک میز ننشستند. ترکیه بعد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از شمال سوریه از یک هفته پیش عملیات نظامی را با نام چشمه صلح علیه کردهای سوریه آغاز کرده. در این حمله تاکنون ده ها غیر نظامی کشته و دست کم 160 هزار نفر آواره شدند. تلاش برای حل بحران در شمال سوریه در حالی است که روز چهارشنبه جنگ در شهر مرزی رأس العین ادامه داشت. جنگجویان کرد با سوزاندن لاستیک ماشین‌ها سعی در گمراه کردن هواپیماهای جنگنده ترکیه دارند و برای مقابله با پیشروی زمینی نیروهای ترکیه زمین را می‌کنند. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه هم گفته ارتش این کشور امشب به کوبانی باز می‌گردد تا از اینکه نیروهای ترکیه کنترل این شهر را در دست بگیرند جلوگیری کند. مقام‌های کرد مذاکرات را با مسکو شروع کردند تا نگذارند شهرهایشان به دست ترکیه بیفتد. رئیس جمهوری ترکیه گفته تنها در صورت این عملیات پایان می‌گیرد که از منبج تا مرزهای عراق منطقه امنی تشکیل شود. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهوری این کشور به آنکارا سفر می‌کنند تا رجب طیب اردوغان را به برقراری آتش بس متقاعد کنند. آقای اردوغان ابتدا گفت با آنها دیدار نخواهد کرد، اما بعد از چند ساعت گفت با آنها ملاقات می‌کند. فعلا من جز با مایک پنس و مایک پومپئو با کسی دیدار نخواهم کرد. او پیشتر به همتای آمریکایی خود گفته بود هرگز در شمال سوریه آتش بس اعلام نخواهد کرد. واشنگتن هم بعد از آن تحریم‌های علیه ترکیه اعمال کرد. ما نسبت به ترکیه و خیلی‌های دیگه سختگیر بودیم. اونا باید صلح و امنیت رو برقرار کنن. ببینیم چی میشه. هیئت آمریکایی به ترکیه میره. ما خواستار آتش بس هستیم و سخت‌ترین تحریم‌هایی که فکر کنید رو علیه ترکیه اعمال خواهیم کرد. در این میان روسیه هم گفته که برای برقراری توافقی میان ترکیه و کردها تلاش خواهد کرد. اولین سال نیست که توجه همه را به سیاست‌های خطرناک آمریکا و همپیمانانش جلب می‌کنیم. این سیاست‌ها به سقوط سوریه و جدایی کردها می‌انجامد. کرملین گفته با اینکه این حق را برای ترکیه محفوظ می‌داند که از خودش دفاع کند، اما حملات این کشور نباید به روند سیاسی در سوریه لطمه بزند. روسیه به همراه ایران از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. ولادیمیر پوتین که اخیراً به بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده، از رئیس جمهوری ترکیه خواسته در روزهای آینده به این کشور سفر کند تا درباره بحران پیش آمده در شمال سوریه با او گفتگو کند. رئیس جمهوری ترکیه ظاهراً این دعوت همتای روسیه خود را پذیرفته، اما هنوز مشخص نیست کی این سفر انجام خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. فردا صبح نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز می شود. نشستی که بریتانیا امیدوار است در آن توافقنامه جدیدی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا به تصویب برسد. ولی مذاکرات دو طرف سر توافق جدید که قرار بود چند روز قبل از نشست تمام شود، امروز هم همچنان ادامه داشت. بریتانیا قرار است 31 اکتبر یعنی 15 روز دیگر اتحادیه اروپا را ترک کند. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین همین حالا از مقر اتحادیه در بروکسل با ماست. بهرنگ، کمی بیشتر در مورد این مذاکرات به ما بگو که چه میگذره، آیا چیزی میدونیم در راه راه چی گفته میشه؟ ببین، توی اروپای شرقی یک اصطلاحی ظاهراً رایج شده که بهش میگن ترک مهمانی به روش برگزیت. اینجوریه که یه نفر بلند میشه، بلند بلند به همه میگه که من میخوام برم، من دارم میرم، خداحافظ. و بعد
همینجور میبینید دو سه ساعت بعد گرم وسط مهمونی داره حرف میزنه و اصلا انگار نه انگار که اونا رو گفته بود. رئیس شورای سران اتحادیه اروپا همین چند ساعت پیش گفت که دیروز حاضر بود شرط ببنده که همون دیشب به یک توافقنامه جدید میرسن و تصویب میشه، ولی از امروز صبح که شروع شد به نظر میومد که اون خوشبینی ها کم و کمتر شد. مذاکرات پشت درهای بسته تو همین ساختمون پشت سر من، مقر کمیسیون اروپا که قوه مجریه به نوعی اتحادیه اروپا است، ادامه داشته و منابعی در لندن در دفتر نخست وزیر بریتانیا میگن که توافق حداقل امشب نهایی نمیشه، هرچند که از اون طرف میشل بارنیه رئیس در واقع مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته که ظاهرا یک توافقی آماده است ولی هنوز تمام نشده و اون طرف بریتانیا هم تاییدش نکرده. ببین به نظر میاد در نهایت مشکل همون چیزیه که شاید چند ساعت پیش هم دفتر نخست وزیر بریتانیا گفت، اینکه توافقی که قابل شدنی باشه، قابل به دست آوردن باشه، توافقی نیست که بعداً در مجلس بریتانیا به تصویب برسه و یک عده‌ای در داخل حزب حاکم محافظه‌کار و حزب دی یو پی که متحد این حزب محافظه‌کاره، اونها در نهایت با اون توافقی که میشه به دست آورد موافق نیستن. مشخص است دقیقاً نقطه‌ای که با هم اختلاف دارند سر چی هست؟ چون قبلاً یاد باشه اون بکستاپ یا اون ماجرای ایرلند، الان دقیقاً چیه؟ روشنه؟ حصار تو ترجمهشو گوشی حصار. ببین سه تا نکته کلی هست. نکته اول اینه که برای اینکه بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند مرزی شکل نگیره، اتحادیه اروپا معتقده که باید ایرلند شمالی بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا بمونه، تو حوزه گمرکی اتحادیه اروپا بمونه. بریتانیا میگه نه، و تا الان راه حل هایی که داده ظاهراً هیچ کدوم راه حلی نبوده که به همون نتیجه برسه. در نتیجه مسئله اینه که سر این موضوع آخر بریتانیا کوتاه میاد یا اتحادیه اروپا یا یه جوری ماسمالیش میکنه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که بریتانیا قبول کرده که ایرلند شمالی یه چیزای شبیه تر به اتحادیه اروپا باقی بمونه بعد از برگزیت، ولی میخواد هر شرایط جدیدی، هر شرایط خاصی برای ایرلند شمالی هست، به تصویب مجلس و نهادهای دموکراتیک ایرلند شمالی برسه، ولی نتیجهش اینه که به پروتستان ها، به این حزب دی یو پی که متحد حزب محافظه‌کاره و به شدت طرفدار برگزیت، حق وتو میده. الان مسئله اینه که حق وتو رو توی ایرلند شمالی بدن به پروتستانا که طرفدار برگزیتن، یا بدن به کاتولیکا که طرفدار در واقع اتحاد ایرلندن و طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن و الی آخر. این دومین مسئله است. و مسئله سوم یه چیزی به اسم رقابت برابر، این که اتحادیه اروپا میگه که بریتانیا اگه میخواد بعد از خروج از اتحادیه اروپا یه قرارداد تجارت آزاد با این اتحادیه داشته باشه، باید قبول کنه که شرایط رقابت برابر باشه. این شرایط رقابت برابر یعنی چی؟ یعنی استانداردهای زیست محیطی بریتانیا خیلی با اتحادیه اروپا فرق نکنه، شرایط کمک‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی مثل بقیه اتحادیه اروپا یا شبیه به بقیه اتحادیه اروپا باشه. این شرطیه که دولت خانم می قبول کرده بود. دولت بوریس جانسون می‌خواد از زیر بار این تعهد شونه خالی کنه. این سه تا مسئله ایه که حالا اگر که فردا صبح مثلا به توافقی برسن، باید ببینیم تو کدومش کدوم طرف عقب نشینی کرده. و بهرنگ اگر که تو اینجا تو این کشور آگهی ها رو نگاه بکنه، آگهی تبلیغاتی، دولت داره دائم تبلیغات میکنه به ملت، میگه که حواستون باشه سیریکوم داریم خارج میشیم، قوانین رو چک کنید ببینید که باید چه کار بکنید و اینها، ولی مردم به نظر میاد که باور ندارن که قرار این اتفاق بیفته. چقدر واقعا 31 اکتبر 15 روز دیگه روز خروجه؟ کوتاه اگه ممکنه. یه خورده بعیده، یه خورده داستان برای مردم حتی بیشتر از اونه. مسئله اینه که این بازیه از وقت اضافه و وقت تلف و وقت اضافهش هم گذشت، اینا همچنان دارن به بازی ادامه میدن. خیلی از تماشاگرها که مردم باشن اصلا ول کردن رفتن. در شرایط فعلی به نظر میاد که در نهایت بریتانیا
به احتمال خیلی خیلی زیاد درخواست تعویق برگزیت رو میده. حالا ممکن یه درخواست کوتاه مدت باشه برای اینکه مثلا اگه به توافق رسیده باشن این توافق تو مجلس بریتانیا به تصویب برسه، یا درخواست دراز مدت در صورتی که هیچ امکان تصویب یک توافق نامه در مجلس بریتانیا نباشه. در نتیجه اون آگهیایی که این چند ماه گذشته خیلی ها دیدن هست، ولی واقعا تعجب میکنم اگر دولت بتونه به این وعده‌اش عمل کنه. ممنونم بهرنگ. بهرنگ تاجدین از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با ما. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین برآورد خود از شرایط اقتصادی جهان پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. این برآورد نسبت به آنچه پیشتر درباره اقتصاد ایران انتظار می رفت بدبینانه تر است. تأثیر افت رشد اقتصادی بر زندگی مردم چیست؟ شیدا هوشمندی گزارش می دهد. چشم انداز اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین المللی ناظر بر اقتصاد جهان چندان روشن نیست. مجادله های سیاسی باز هم عامل محدود کننده اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود نتیجه می گیرد که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی از زمان جنگ ایران و عراق. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نزدیک 36% برآورد می کند که نسبت به محاسبات مرکز آمار ایران خوشبینانه تر است. ارقامی که البته سیاستگزاران ایرانی کمتر از آن صحبت می کنند. رشد اقتصادی کشور که در سال گذشته منفی بود، پیشبینی های ما این است که 6 ماهه اول امسال که البته هنوز آمار نهاییش اعلام نشده، رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود. برآورد اولیه صندوق بین المللی پول رشد منفی 6% را برای اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی پیش بینی کرده بود. اما حالا این برآورد حتی بدبینانه تر هم شده، چرا که محاسبات اولیه این نهاد پیش از آن انجام شده بود که ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت امسال به طور کامل معافیت‌های نفتی را برای خریداران نفت ایران لغو کند. همزمان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز به افت رشد اقتصاد ایران دامن زده. وقتی سطح درآمد پایینه، ترکیب تقاضا می ترکیب خاصیه. یعنی مواد غذایی نیازهای اولیه اون تقاضای غالب رو تشکیل میده. هرچی به سمت کالاهای با دوام شما حرکت میکنید، تقاضا کمتر میشه، چون درآمد جامعه به اون اندازه نیست. اما شما با تولید مواد غذایی و نیازهای اولیه که نمیتونید به رشد برسید، شما باید برید اون محصولات دیگر رو تولید بکنید که به رشد برسید. اوناست که مومنتوم رشد ایجاد میکنه. برآوردهای صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصاد ایران تفاوت چندانی با محاسبات اخیر بانک جهانی ندارد. گزارش بانک جهانی نشان می‌داد که اقتصاد ایران 8.7% کوچک شود. البته با فرض صادرات 500,000 بشکه در روز نفت. آمار صادرات نفت ایران به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، اما برخی منابع ردیابی تانکرهای نفت رقم فروش ایران را پایین تر از 500,000 بشکه برآورد می کنند. پیرو امضای برجام درآمد نفتی ایران به اندازه قابل توجهی افزایش یافت. اما از اردیبهشت پارسال که امریکا از برجام خارج شد و تحریم های سختگیرانه تری برای صفر کردن درآمد نفتی ایران به اجرا گذاشته شد، مهمترین منبع درآمد دولت محدود شد. همزمان به افت درآمد دولت ایران و تداوم مشکلات مزمن اقتصاد این کشور، سیر نزولی شاخص‌های اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. شیدا هوشمندی، BBC. قاچاق و پخش غیرقانونی فیلم‌ها در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. تهیه کنندگان سال هاست که از نبود برخورد مناسب با این پدیده گله دارند. در تازه‌ترین موج تکثیر فیلم‌های ایرانی، 3 فیلم متری 6.5، رحمان 1400 و رستاخیز با کیفیت مناسب و حاوی صحنه‌های سانسور شده به بازارهای غیرقانونی راه پیدا کردند. برخی از تهیه کنندگان معتقدند که این فیلم‌ها از داخل وزارت ارشاد به بیرون دست پیدا کرده، ادعایی که سازمان سینمایی آن را به شدت رد کرده، ولی هنوز معلوم نیست که این نسخه‌ها با کیفیت بالا چطور به بساط فیلم فروش‌ها راه یافتند. کاوه مشکات نگاهی انداخته به این موضوع.
متری شش و نیم آخرین فیلم محبوبی نیست که دست فروش‌ها هزاران کپی از آن را بدون اجازه مالکانش مقابل عابران می‌گیرند و آن را با قیمتی پایین به فروش می‌رسانند. سینمای ایران با قاچاق و سرقت غریبه نیست. هر بار که اثری در گیشه موفق بوده، نسخه های غیرقانونی اش سر از بساط های کنار خیابان درآورده. الان داری منو میخری؟ اما این بار نسخه های قاچاق هم با کیفیت هستند و هم صحنه های سانسور شده را دارند. همین نکته باعث شده که انگشت اتهام به سمت وزارت ارشاد نشانه رود. خب قطعا این نسخه تو وزارت ارشاد هست، یه عده‌ای که با این آدم هایی که تو وزارت ارشاد کار میکنن دست چیز دارن، حتما مراوده دارن، حتما کنجکاون که بدونن اون صحنه هایی که حذف شده مثلا چی بوده. حتما اون مسئولین هم تو ارشاد بودن، این پوز رو دادن که این نسخه رو ما دادیم، خودت برو ببین، به کسی دیگه ندی. اونم حتما رفته خودش دیده، به پسر خالش هم که امینش بوده داده، گفته به کسی ندی، اونم حتما به پسر داداش که امینش بوده. بالاخره هر آدمی کرانش یا آدمی از ذهن خودش امین وجود داره که این فیلمو بهش بده، بعدم بهش تاکید کنه به کسی نه. یه نسخه این وسط از فیلم تکثیر شده باشه، این به اون داده، اون به اون داده، اون به اون داده، این اتفاق افتاده. شما میخوای به من حجمه وارد کنی؟ رحمان 1400 دیگر فیلمی است که این روزها در گیشه کنار خیابان خوب میفروشد. اثر منوچهر هادی که پس از توقیف و مخالفت سازمان سینمایی با پخش این فیلم در شبکه نمایش خانگی، حالا نسخه با کیفیتش در سوپرمارکت ها هم فروخته می شود. آقای هادی از مردم خواسته تا نسخه های غیرقانونی این فیلم را تماشا نکنند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد هم در مقابل ادعای درز این فیلم ها از اتاق های بازبینی این وزارتخانه گفته اگر تهیه کننده ها نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، باید به فکر نتایج حقوقی آن هم باشند. هیچ کس به درستی نمی داند اثری که برای اکران با مشکلات ممیزی دست به گریبان است، چگونه از زیرزمین های تکثیر دیویدی سر در می آورد. 4 سال توقیف در یوتیوب منتشر شده، اتفاقی که داد احمد رضا درویش کارگردان این فیلم را هم در آورده. پس بنابراین عناصر اصلی فیلم، سرمایه گذاران فیلم، همه سرمایه گذاران فیلم در مقاطعی دسترسی داشتن به کپی های فیلم. بنابراین اینکه از کجا رفته، این باید کار اطلاعاتی، کار پژوهشی، کار تحقیقی بشه، معلوم بشه که این از کجاست. به خوبی هم میشه منشأش رو پیدا کرد، به راحتی. یعنی یه کسی یه خورده کار فنی بلد باشه، یه خورده چیز باشه، میفهمه که این کدوم در واقع کپی هست، کدوم ورسیون، کدوم نسخه است و این نسخه کجا بوده، راحت میشه این آدرس رو پیدا کرد. بازم بکشم؟ نه بس. فروش فیلم های قاچاق در ایران چیز جدیدی نیست و به نظر می آید در نبود قانون کپی رایت و سود بالای قاچاقچیان، فیلم های بیشتری سر از بساط های فیلمی های کنار خیابان درآورند. کاوه مشکات، بی بی سی. اجرای امشبتون چطوری؟ آزاده کریمی خبرنگار مسائل هنری از برلین با ماست. خانم کریمی مطلبی هم در این باره تحقیقی برای وبسایت بی بی سی فارسی نوشتن. خانم کریمی برداشت شما چیه؟ روشن هست برای شما که احتمالاً این فیلم ها از کجا درس پیدا میکنه یا کجا محتمل تر هست که این فیلم ها از اونجا به بیرون برسه؟ من فکر میکنم که هر فیلمی منشأ انتشارش و قاچاقش با فیلم دیگه فرق میکنه. یعنی نمیتونیم که یه نسخه کلی برای همه فیلم ها در واقع بپیچیم و بگیم که اینا همشون از وزارت ارشاد اومدن. میتونیم ولی جهتگیری که داشته باشیم اینطوری باشه که بر اساس فیلم هایی که بیرون اومدن و اینکه این فیلم ها عمدتاً فیلم های پرفروشی هستن یا فیلم هایی هستن که سالها توقیف بودن ولی تونستن که مجوز رو برای نمایش کسب کنن، ما میتونیم در این بستر به این نتیجه برسیم که این فیلم ها احتمالاً در دست به دست شدن بین نهادها که این نهادها برای بازبینی نسخه هایی و یا سی دی ها و دی وی دی های این فیلم ها رو دریافت کردن،
فیلم ها رو لو دادن، به این معنی که مثلا وقتی که فیلمی رو دچار مشکلاتی میشه با پلیس، نیروی انتظامی، نیروی انتظامی باید نسخه ای از این فیلم رو ببینه تا مورد تایید قرار بده. وقتی این نسخه در دست نیروی انتظامی قرار میگیره، چون DVD هست قاعدتا امکان پخشش وجود داره و همینطور که آقای ساداتیان در ویدیویی که شما تهیه کرده بودید گفتن، این میتونه به دوستان خودش بده، مسئولان میتونن که دست به دست بکنن و واقعا سرانجام و سرنوشت این فیلم ها مشخص است که نمیتونیم بگیم که واقعا این حالا تاثیر چه کسی میتونه باشه. ولی حالا این تغییری که توی روند دست به دست شدن ها اتفاق میفته میتونه حتی به مقامات وزارت ارشاد هم تسری پیدا بکنه، کما اینکه بعضی از مقامات وزارت ارشاد حتی اجازه از تهیه کننده نمیگیرن که فیلم رو برای بازبینی مثلا به دست حالا سیستم قضایی کشور بسپارن یا به دست پلیس بسپارن یا نهادهای دیگه. از این جهت نمیتونیم به طور روشن بگیم که مقصر کی هست، اما در بخشای دیگه ای مثلا موقعی که فیلم ها توقیف شدن و حالا تونستن که پروانه نمایش بگیرن و وارد بازار بشن، مثلا مثل نمونه ای مثل عصبانی نیستم، فیلمی که همزمان با اکرانش بعد 6 سال کوچه بغلی مثلا فیلمش رو دکه فروشی ها میفروشن ولی روی اکرانه، یعنی در واقع میتونیم بگیم که احتمالاً اون نسخه ای هم که روی اکرانه نسخه سانسور شده است، اون نسخه ای که اونها میفروشن نسخه غیر سانسوره، احتمالش خیلی 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 قویه. کما اینکه اصلا اینستاگرام یا حالا شبکه‌های اجتماعی یا یوتیوب الان یعنی پهنه گسترده‌ای برای قاچاق فیلم سینمایی در ایران شده که با یک کلیک مخاطب به راحتی، نیازی هم نداره که وارد اون سیستم خرید بلیط و رفتن از خونه بیرون میشه. خانم کریمی، مسئله‌ای که الان هست نستش که به نظر میاد که تهیه کنندگان بیشتر با طریق در واقع خواهش و تمنا از مردم هست که میخوان کارشون رو پیش ببرن، در حالی که میدونیم هزینه سنگینی براشون داره، ضرر مالی بسیار گسترده ای هست که شما هزینه کنید فیلمی بسازید و این فیلم پخش بشه، قبلا مردم ببینن و بعدا نرن بلیت بخرن، یعنی در واقع ضرر زیان اون تهیه کننده هست. آیا اصلا قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران که به هر حال مشابه کپی رایت هست در خارج از ایران، در این مورد هیچ کمکی میتونه بکنه؟ آیا میتونن مثلا از اون طریق پیگیری قضایی بکنن برای احتمالاً کسانی که این باعث و بانی پخش فیلم هستن اگه اونها رو پیدا بکنن؟ ببینید، اتفاقی که توی این مدت حداقل افتاده و شکایت هایی که تهیه کنندگان انجام دادن و شکایت هایی که کردن حتی از پلیس خطا، اینها به هیچ جایی نرسیده. در واقع ما از یک پرونده قضایی فقط این رو میدونیم که یک در واقع یک مالی یا یک فیلمی به یغما رفته و دزدیده شده و حالا تا پشت در یا حتی توی دادگاه هم رفته و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. مثلا میتونیم بگیم که مثلا چیزی که من یادم میاد این هست که مثلا در مورد فیلم سنتوری یه شخصی رو گرفتن و گفتن که این آدم چند تا حالا دستیار داره و در منزل خودش شروع کرده به سیدی های این فیلم رو تکثیر کردن و فروختن، ولی مسئله اینه که منبع نشر این فیلم و درز این فیلم اساسا مشخص نشده، کما اینکه گفته شده که اساسا وزارت ارشاد هم بوده، ولی مسئله اینه که این شکایات اساسا حتی به رسانه ها هم در اختیار رسانه ها هم شرایطشون و پرونده هاشون در دسترس رسانه ها قرار نمیگیره، رسانه ها نمیدونن که این شکایت هایی که شده یا به سرانجامی رسیده یا نه، کما اینکه چندین پرونده هم که حداقل من در جریانش بودم به جایی نرسیدن و شکایت هایی هم که شده حالا اصلا مشخص نبوده که باید کسی که به عنوان تهیه کننده یک فیلم به سرقت رفته قرار هست شکایت کنه. از چه کسی باید شکایت کنه؟ از بساطی که توی خیابون هست که نمیتونه شکایت بکنه که. خیلی متشکرم خانم کریمی، ممنونم از شما و توضیحاتتون. آزاده کریمی، خبرنگار مسائل هنری از برلین با ما، و ممنونم از شما که با این 60 دقیقه همراه بودید. برنامه رو میتونید روی سایت ما و همینطور یوتیوب BBC فارسی مجدد ببینید. شب و روزتون خوش. Thank you.